خب با عرض سلام خدمت دانش‌آموزان عزیز، صبح همگیتون انشاءالله به خیر و خوشی باشید. خب این رو درس شروع میکنیم با عنوان این که تا کجا رسیدیم. مثلا هم اون روز رسیدیم تا آزمایش کنیم رو گفتیم. حالا ما موضوع شروع میزم حجم کم در آن یه جاده چیسته کلاس میکنم یه هفتمی اعلام کنم. بچه های هفتمی ها صدای من دارید دوستان عزیز؟ صدای من دارید بچه های عزیز؟ کمالیان هستم. دوستان تو گروه واتساپی قرآن های پرانکی بیای بیرون، یه لینک استاد صالحی رو براتون تو گروه واتساپ میفرستم، وارد گروه واتساپ ایشون بشین. همه بچه های کلاس هفتم از لینک قرآن های پرانکی خروج بزنن، بیان بیرون. لینک واتساپی گروه آقای صالحی، استاد صالحی رو میفرستم توی واتساپ، انشالله واردمون مید بشین. باشه اجدم؟ حواستون باشه. شما بهشون بگین، آقا میگه صدای شما نمیاد. بچه نگاه کنیم، آقای کمالیان میگه که یه لینک، داخل لینک آقای فرهناتی بیاین بیرون، یه لینکی براتون میفرستم، داخل گروهتون میفرسته، بعد وارد اون لینک بشین. خب بچه شروع میکنیم درس جدید و حجم کمتر یا بیشتر. خب بچه ما رسیدیم به اینجا که حجم گفتیم چیه؟ حجم مقدار فضایی که یک ماده چکار میکنه؟ اشغال میکنه. قبلا اینو خوندیم. خب گفتیم سه ماده بچه ما داریم، سه ماده به جرم های یکسان ها کن، باید جرمشون چه باشه بچه ها؟ باید جرمشون یکسان باشه. مثلا اگه هوا رو برداشتیم سه ماده داریم، مثلا جرم هوا داشتیم، آب داشتیم و یکی دیگه چه داشتیم؟ هوا، آب و یکی دیگه شکر داشتیم. خب یعنی یکیش جامد هست، این میشه جامد، این میشه مایع و این هم میشه چی؟ این هم میشه گاز. اگر حجم اینها رو برداریم به طور مساوی، باید بچه ها حجم برداریم. خب یعنی باید حجمشون به نمیخوایم، یعنی جرمشون باید به طور مساوی باشه. پس جرمشون میگیم به طور یکسان باشه. اگر مثلا جرم اینو برداشتیم 5 گرم، اینم 5 گرم باشه، اینم 5 گرم. اگر فرقی نمیکنه حالا شما چقدر جرم بردارید، هر چقدر جرم برداشتیم هم اندازه باشه. خب مثلا اگر ما 10 گرم برداشتیم، اینم 10 گرم، اینم 10 گرم. پس جرم هاشون اگه مساوی باشه، پس توجه کنید که جرمشون باید یکسان باشه. اگه جرم هاشون یکسان باشه و ما یه آزمایش که انجام بدیم با ترازو بیم اینا رو چکنیم، جرم هاشون اندازه گرفتیم، مثلا 5 گرم برای هر کدومش برداشتیم یا 10 گرم برای هر کدومش برداشتیم. خب حالا اگه اینا رو به اندازه کتاب بوده 5 گرم برداریم، حالا ما 10 گرم برداریم، ما 20 گرم برداریم، فرقی نمیکنه، کم زیادی نداره، فقط باید یکسان باشه. خب حالا میگید که شما گفتید که قبلا خوندید، گفتید که کدوم حجمش بیشتر میشه به نظرتون؟ یه نه خب بچه هایی من به دست ما خورد تصویر تو کنترل. خب میگید که اگه جرمای یکسان برداریم، حالا شما بگید کدومش حجمش بیشتر میشه. ببینید کدومش حجمش بیشتر میشه؟ کدومش حجمش بیشتر میشه؟ از این ستا برداریم کدوم؟ هوا. آفرین. چرا هوا حجمش بیشتر میشه؟ چرا هوا حجمش بیشتر میشه؟ چون که بین مولکول‌های هوا چه وجود داره؟ فاصله وجود داره. چون بین مولکول‌های هوا فاصله وجود داره، خب پس بین مولکول‌های هوا چون فاصله وجود داره، میگیم در شرایط یکسان جرمشون یکسانه، اما در شرایط یکسان میگیم که هوا حجمش بیشتر میشه. پس میگیم هوا حجمش بیشتر میشه. چرا هوا حجمش بیشتر میشه؟ چون بین مولکول‌هاش فاصله وجود داره. خب بچه‌ها بیاین اینو ما آزمایش کنید بود. خب حالا بیام اینجا میدانید اینو میخونیم بعد حلش میکنیم. خب با کمک هم دیگه. خب یکی میخواین بخونید که نخواهم همه شما صحبت کنم، خودتون حاضری بخونید. آقای گندم ریزی شما بیو بالا. خب شما بخونید این قسمت رو تا به جاها هم گوش کنن و بعد من گوش توضیح بدم. گندم ریزی
نیست. خب افتخاری الان دستش بالا هست، پس نفر اوله. آقای افتخاری شما بخون. خب بخون آقا اون قسمت این بخون تا بعد ما بله بفرما صفحه صفحه 22 بله بفرما. میدانید که جامد شکل مشخص و حجم معینی دارد. خب حالا آقا میگه جامد صفحه 22 آقای اجبری صفحه 22 جامد شکل مشخص و حجم معینی دارد. خب پس شکلش هر میشه هم معینه، ما میتونیم مثلا هر میشه اندازه گیری کنیم، درسته؟ شکلش هم که مشخص است. خب بعدش مایه میگه به شکل زرد در میاد، درسته؟ مایه به شکل زرد در میاد. هر مایه به شکل، یعنی پس به نظر تو مایه شکلش معینه یا نه؟ به نظرت مایه شکلش معینه؟ بله. بعد پس مایه شکل زرد، مایه شکلش معینه یا نه؟ گفتی چی؟ بله مایش میگه به شکل زرد در میاد. وقتی به شکل زرد در میاد پس شکل معین، بگو وقتی به شکل زرد در میاد شکل معین داره یا نداره؟ داره. نداره. وقتی به شکل زرد در میاد به شکل معین نداره. خب بعدش چی گفته؟ در حالی که حجم شکل زرد در میآید، حجم معین داره، حجمش معینه. نگون اونجا گفته حجمش معینه، یعنی ما میتونیم بگیم این مایه و این آب 10 میلی لیتره. خب میتونیم بگیم میگیم این آب 10 میلی لیتره، پس حجمش معین هست یا نیست؟ بله پس معینه. خب حجمش معینه. خب بعدیش بخون. در حالی که گاز به شکل ظرف در میآید و حجم معینی هم ندارد. حالا گاز شکلش معینه به نظرت یا نه؟ بله. میگه به شکل اگر بخواد ظرف قرار بگیرد شکل معینی در میآورد. خب شکلش معینه وقتی به هر شکلی تو هر ظرفی ما بریزیمش شکل اون ظرف کو میشه. آیا شکلش معینه؟ شکلش بله. معین نیست دیگه، وقتی به شکل ظرف در میآد تو هر ظرفی ما بریزیمش میگه به شکل اون زرد در میاد، پس شکلش مشخص نیست دیگه. اما حجمش حجمش معین نیست. پس نه شکل، بچه وقتی که میگه به شکل زرد در میاد یعنی ما داخل هر ظرفی بریزیمش یعنی به شکل اون ظرفا در میاد، پس میگیم که شکل معین نداره، درسته؟ خب حال میگه بخون بخون. حال اگر در سه ظرف مقدار مساوی از سه ماده جامد و مایع و گاز وارد کنیم خواهیم دید که مواد جامد و مایع در سه ظرف باقی میمانند، ولی ماده گازی شکل در سراسر ظرف پخش میشود و همه حجم ظرف را اشغال میکند. به نظر شما فاصله بین ذرات در کدام ظرف بیشتر است؟ خب حالا به نظرت فاصله بین ذرات در کدوم ظرف بیشتره؟ به نظر شما گازها بیشتره. چرا گازها بیشتره؟ چون بین مولکول‌هاش فاصله زیادی داره. بین مولکول‌ها بچا فاصله زیادی وجود داره. حالا ما اینو می‌خوایم بچا به این شکل ما جدول می‌کشیم، شما هم کمک ما کنید. خب آقا شما صداتون ما چی می‌کنیم؟ خط می‌کنیم که اختلال وجود نیاد. فعلا بچه شما وقتی که جدول شما میبینید که اون گوشه کتاب که اونها که جا داره میتونید بکشید اون قسمتی که سفید هست رو برو اون که افتخاری خواه میبینید به این شکل بکشید. خب یعنی بیاییم به این صورت یه شکل بکشید. خب یه جدول بکشید بینیزیم اینجا جامعه، بینیزیم اینجا مایه، اینجا بینیزیم گاز. خب حالا بینید میخواییم مثلا از لحاظ حجم معین شکل معین، اینجا میسیم حجم، اینجا میسیم شکل معین. شما بچه هم میبینید حجم معین شکل معین. حالا شما کمک رو بکنید، نوشتیم شما کمک کنید به ما.
آقای مهندسی صفحه 22 عزیزم، صفحه 22، صفحه 22 نمیشه چون حجم معین اینجا میمیسید، شکل معین میخواییم اینا رو بررسی کنیم که ببینیم جامد مایع و گاز از لحاظ حجم معین به شکل معین چطوری هستن. خب اینجا رو که بررسیشون کنیم این چطوری هستن. پس حجم معین، حجم معین به شکل معین. خب حالا آماده هستیم کمک کنیم، نوشتیم کمک کنیم. خب ما با کمک شما با توجه این چیزی که افتخاری خان خب میخوام اینو شما کمک کنیم بذار جامعه از لحاظ اگه حجمشون معین باشه ما یه تیکی دارشون میزنیم. خب اگه معین نباشه چطور میکنیم؟ یه ضربه دارشون میزنیم. خب حالا میبینیم آجدی سوال داری؟ سوال داری آقا؟ سوال داری؟ آقا سلام، خواست میخوام آقا حاضری صبح بینه؟ جان؟ حاضری آقا بریم آزدی؟ بله بله آجدی سلام خواست بداش آقای آزدی، سوال داری آقا؟ سوال داری آقا بگو؟ اجازه سلام بینه؟ بله بفهم بله. اجازه گفتین ما کمک کنیم خواستم اگه میشه چی کنم آقا؟ گفتین به ما داخل درسه که داخل جدول به ما کمک کنیم بله میخواییم کمک میکنیم باشه بله کمک بله. خب جامد اگه معینت بگو تا ما یک تیک بزنم شما هم این کار تو کتاب دون کنید خب؟ هر کش معین هست یعنی داره یازدی؟ بله اجازه هست معین داره هست تیک بزنم درسته؟ یه تیکی رو جانش میزنیم حالا شکل معین چی؟ شکلش معین بله 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 شکلش معینه این تا هر چیز جامد را شما بگیدیم شکلش معینه پس این هم تیک بزنم درسته؟ خب حالا مایه چی؟ حجم چی؟ حجمش معین نیست حجم معین ایجاد داره داره ما میتونیم بگیم که مثلا 10 میلیلیتر آب درسته؟ یا 5 میلیلیتر آب میتونیم بگیم حجمش پس معینه ما میتونیم به وسیله چند اندازه گیریش کنیم مثلا آب را وسیله چی میتونیم اندازه گیری کنیم بگو بشر یک بشر وسیله بشر وسیله استوانه مدرنج میتونیم اندازه گیریم پس حجمش معینه تیک میخوره شکلش چی؟ شکل معینی نداره شکل معینی چا؟ نداره بنابراین باید علامت ضربه در یا یه چی میکشم؟ یه خط تیره میکشم میتونم یه خط تیره یا یه حالا گاز چی؟ گاز هم حجم چی؟ حجم نداره حجم معین نیست بس ما به خط تیره میکشم شکل معین چی؟ نداره شکل معین داره؟ شکل ضرب در میاد گاز رو داخل خط ضرب وارد کنیم به شکل اون ضرب در میاد پس شکل معین نداره هیچ کنوش نداره پس شکل معین هم پس با نه حجم معین داره و نه شکل معین داره شکل زرد داره بچه حالا نگاه کنیم برای که ما یه ما تشخیص بدیم گاز رو تشخیص بدیم که حجم معین به شکل معین نداره ما میام چیکار میکنم یه ظرفی میکشم اینو پاک کنم بچه اینو پاک کنم که جای ظرف جای چیزی که میخوام بکشم پاکش کنم بله آقا اتو داری میبینو اینجا ما میبینو که شما هستیم بله خب بچه ما یه گلهی ایتون دارم بعضیتون متاسفانه تمرین که ما میدم تمرینات همون حل نمی کنیم ما زحمت زیاد میکشیم تمرین به شما میدیم و بعدش بعضیتون تمرینات رو حل میکنیم این تمرینات کمک میکنه به شما که در یادگیری شما چکار میکنه مؤثره شما بعد این تمرینات رو بلا فاصله حل کنیم و بعدش مثلا ما بعضی ها پیام میدن که تمرین حل کنیم متاسفانه بعضی جواب من نمیدن میخونن هم بعضی جواب میدن ما داخل واتساپ مینویسم داخل گروه مینویسم که من گذاشتم داخل شات متاسفانه بعضی ها میرن میبینن اما بعدش جواب ما نمیدن خب ما متاسفانه برای اینا باید فقط تنها کاری که میتونیم منفی بزنیم چرا جواب نمیدیم؟ چرا این کار انجام نمیدیم؟ میگه ما زحمت نمیکشیم بعدش ما باید یکی بیشن اینا رو بررسی کنم بعد جواب سوال رو به شما میفرستم اما بعضی تو متاسفانه به ما جواب نمیدیم نمیدونم علتش چیه میگه بیشتر از نیم ساعت وقت شما رو که نمیگیره خب
بیشتر از نیم ساعت وقت شما رو که نمیگیره. ما تمرین بهتون میدم، میرم وقت خود میگیرم، تمرینات رو در میارم، بعد جوابشون رو میدم. خدا شده از ساعت 5 سامون بلند میشم، جواب سوالات میدم. علیکی خود نیست که مثلا شما بعد برای خود وقت خودتون نیم ساعت شما میخواییم وقت خودتون رو بگیریم، این کار انجام نمیدیم. پس از حالا به وقت که تمرین ما فرستاریم، حتما باید تمرینات رو چکار کنیم؟ باید بفرستیم. خب؟ یعنی هر تمرینی که ما برسان فوقش که خب وقت شما رو بگیره در دیگه ربع ساعت تا 20 دقیقه بیشتر نیست. و این تمرینات کمک میکنه به یادگیری شما که شما بهتر اون رو یاد بگیرید. بعد من خودم براتون با ویس حل میکنم، داخل شار میفرستم. خب اینو باکنم باکنم بچه ها همه نوشتنه؟ همه نوشتنه؟ خلاصه این قسمته، خلاصه این چند سطره که ما اینجا خوندی افتخاری خوند. خب هاشمی سری باش دیگه. نم جدول ما صفحه 22 روبروی اینجا زیر آزمایش کنیده، مال روبروی زیر آزمایش کنیده. خب سری بخشتون تا گرفته شد درستون نداریم. باشه کشفی باشه برای شما حاضری میزنم میفهم. خب پاک کنم بچه ها. خب پاک کنیم دیگه، همه نوشتیم یه وقتی بله چه بعضی تو میگیم بله خستری آقا میزیم وقت کلاس یه قد نیست با مثل کلاس حضوری نیستی که ما وقت زیاد داشته باشیم. ازم آقای هاشمی صفحه 22 صفحه 22 زیر آزمایش کنید اولی سه تا خط نوشت، چهار تا خط، یک و دو و سه چهار پنج تا خط نوشته. شما جدوله اینجا بکش یه عکسی ازش بگیر، نمیدونه هر کاری میتونی کنی انجام بده. خب که وقت ما گرفته نشه. بعد اگه خواستی داخل پیام بهم بده تا برات بفرستم. بعد اگه خواستی ننوشتیه پیام بهم بده تا برات بفرستم. خب دیگه الان پاکشون دیگه وقت نداریم. چا هر کنی که نتونستی بریزیم پیام این تا برای تو بفرستم. خب حالا بچه اینجا ما میخواییم این رو توضیح بدیم که چرا گاز حجم به شکل معلیم داره. اگر یه ضرب کچی که ما داشتونیم، خب فرق این درد مولکوله هوا داخلش باشه، درد مولکول هوا داخلش باشه. خب این مثلا مولکول ها این درمه شد 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا این هم مثلا درد. خب این درد مولکول هوا داخلش هست، درد مولکول. حالا بیاییم این ضرب رو بزرگتر کنیم. بچه ها به نظر شما چه اتفاق رو میفته اگه این ضرب رو بزرگتر کنم؟ خب به این مولکول های هوا رو وارد این ضرب رو بزرگ کنم چه اتفاق میفته؟ خب به نظر چه اتفاق میفته؟ بنویسید چه اتفاق میفته؟ خب بذار چه اتفاق میفته؟ این درد مولکول هوا رو وارد این ضرب رو بزرگ کنم چه اتفاق به نظر تو میفته؟ باز شما میگید چی آقا؟ شما صدا داری آقا یادادی؟ بله اجازه. آه خب میخوای حالا بگو تا ما بعدش دیگه صدا ازت بگیرم. بنظر چه اتفاق میفته؟ اجازه تمام مولکول های هوا میرن داخل ما، بین مولکول ها فاصله میفته. یعنی باز کل فضای ذرف را مولکول های هوا چکار میکنه؟ میگیره. اما بینشون فاصله میفته. بله فاصله میفته. پس کل فضای این ذرف را همین مولکول ها در هم میگیره. این چه نتیجه برای تو میده؟ از این مثلا از این ذرف حالا چه نتیجه تو میتونی بگیری؟ چه نتیجه ای تو میدید؟ حالا همین مولکول ها هستن، حالا شما دهتا رو که حساب کنید همین مولکول شما روشون بگید. چه نتیجه ای به نظرت میتونیم بگیریم از این ظرف که به این ظرف مولکول ها وارد این ظرف به این ظرف شده؟ چه نتیجه ای میتونیم بگیریم؟ میگیم که گاز حجم معین داره یا نداره؟ گاز حجم معین نداره. پس میگیم گاز حجم معینی نداره. خب یعنی اولش داخل یه حجم بود، حجم ظرف کوچک بود، اما اومدیم داخل ظرف بزرگ واردش کردیم، حجمش پس بازم کل فضای ظرف ما رو گرفت. به نتیجه میگیم که گاز مثلا حجم معینی
نداره به شکل معینی هم گاز نداره. شما بسه که بخواییم بکشینش، اگه نمیخواییم به اون سریع پاکش کنم، سریع پاکش کنم. پس نتیجه که میگیریم کل فضای راز، کل فضای ظرف را اشغال میکنه، کل فضای ظرف را اشغال میکنه و ظرف میگیم که نتیجه میگیریم که حجم معینی گاز نداره. خب پاک کنم به شما؟ پاک کنم؟ بله اجازه با. خب برای که صدا نپیچه من یکم صدا از شما بگیرم اینگار. آقای پاپری سوال داری؟ خب آقای پاپری، امیر رضا، سوال چی آقا؟ سوال چیه؟ امیر رضا پاپری دست بلند کردی. آقای فارسی سوال چی آقا؟ استاد سلام یاد سلام آقا. بله استاد، یکی از سوالات بود که فکر کنم حدس میزنم اشتباه نوشتم، ولی داخل صوتی سونم نوشتم متوجه نشدم، ولی بگم بنویسینش داخل تبینه کنم. چون آقا یاده درس منطبه سوال دو بود متوجه هستم درسته؟ آره قسمت سوال یک من درست خودم فکر میکنم درست نوشتمش. چه نوشتی میگه خودت؟ نوشتم الان خیلی هستم 76.5 نوشتی؟ نوشتم جرمش نه سال دو وقتی هوای درون ظرف را متراکم میکنیم. چی میکنیم؟ نوشتم که گفته بودین وقتی هوای درون ظرف را متراکم میکنیم حجم و جرم و چگالی چی میشه؟ آه بله نوشتم جرمش بدون تغییر حجمش کمتر چگالیش هم بیشتر. چون درسته که؟ خب میگه ما هم اینو نگفتیم؟ نه همچین سوال نمونه سوال اینده تا حالا نه. نه ما در ویس که فرستاده گفتیم اینو خود رو درسته بدون تعریف اولیش گفتیم بدون تعریف. نه الان من میخوام بدم دلیلش چیه؟ دلیلش خب نه بازم میگه که اگه ما با این رو چطورم صدا که نپیچه. خب میگه بچه ما یه چیز داریم، یه هوایی داریم، این هوا خب اگه متراکمش کنیم یعنی فشردهش کنیم، خب اگه فشردهش کنیم مثلا شما را بیم فشرده کنیم اینو این هوایی داریم، خب حالا ما بیم اینو فشرده کنیم. حالا وقتی که فشردهش کنیم خب فرصم اینقدر هوا ما داشته باشه، خب جل شما مونه، جل یعنی مقدار ماده تشکیل دهندهش، پس جل یعنی مقدار ماده تشکیل دهندهش. مقدار مادهش کنمونه، مقدار مادهش که تغییر نکرده، یعنی مولکولاش که تغییر نکرده، مولکولاش کنمونه، درسته؟ پس میگیم که مولکول ها بدون تغییره، میگیم که مولکول ها یعنی بدون تغییره، جرمش بدون تغییره. حالا بعدیش دیگه چیه؟ بعدیش گفته که جرم و چگالی رو، یه دیگه چی بود؟ جرم و چگالی گفته بود، یک دیگه چی بود؟ فارسی چی گفته بود؟ بچه یک دیگه چی بود؟ جرم و چگالی و حجمش بود. حالا حجمش میگه هر میشه ما کمتر کنیم، پس اگه فشردهش هوا فشرده میشه دیگه، درسته بچه ها؟ هوا فشرده میشه یعنی هر میشه بیم کم کنیم، هر میشه کم میشه دیگه، یعنی اگه اینو ما فشرده کنیم خب هر میشه کم میشه دیگه، پس میگیم هر میشه کاهش پیدا میکنه. حالا چگالیش منظرم شما چه داشته باشیم؟ خب چگالیش میشه؟ چگالی وقتی که اینو فشرده کنیم به جا مثلا آقا این من اینو فشرده کنم بیا اینو کمترش کنیم، خب بیا اینو کمترش کنیم، مثلا بیا اینجا خب خیلی کمترش کنیم، مثلا اینقدر کمترش کنیم، مثلا اینکه کمترش کنیم. حالا این هوای وقتی کمتر کنیم خب در یه حجم کمتری باشه، اگر مثلا الان چگالیش افزایش پیدا میکنه دیگه، یعنی اگر یک سانتی متر مکعب از این بردارا تعداد مولکولاش بیشتر هست یا نیست؟ نگاه اگه مثلا اینجا بود، خب اگه اینجا بود مولکولا اصلا فاصله داشتن، خب مثلا اگه ما یک سانتی متر از این برداشتم 4 تا مثلا مولکول هوا داخلش بود، اما وقتی یک سانتی متر اینجا بردارم مثلا به جای 4 تا 10 تا مولکول هوا داخلش هست، خب ده اینجا 4 تا بود، اما اینجا چون فشرده شده مولکول ها به هم چه شدنه؟ مولکول ها به هم نزدیک شدنه،
بنابراین وقتی که یک سانتی متر مکعب از این هوا بردارم، بنابراین میگیم که چوالیش چه پیدا میکنه؟ چوالیش میگیم که کاهل چوالیش افزایش پیدا میکنه. میگه چوالی چیه؟ چوالی جرم واحد حجمه. جرم واحد یعنی در یک جرم، یعنی در یک حجم معین مقدار ماده که اون رو تشکیل داده. جرم در یک حجم معین. پس اینجا فهمیده نمیدونم یا نه؟ حالا اگه نفهمیدیم به هم تا بیشتر توضیح میدیم. خب حالا میریم سر درسمون. بچه یه چی داره؟ یک آزمایشگینی داره. این آزمایشگینی ما میخواستم این سرنگ اینا بیارم، اما متاسفانه یادم رفت. سوی که یادم اومد دیگه بختش نبود که سرنگ اینا بیارم. اگه یکی از شماها میتونه یه سرنگ یا دو تا سرنگ یا سه تا سرنگ اگه خونه داری، یا میتونی بچه با چی هم امتحان کنی؟ با بطری های آب معدنی کوچکا مثلا با این هم میتونید چیکار کنید؟ با این هم میتونید امتحان کنید. بیاید مقداری مثلا شن، این بطری ها را پر از شن یا ماسه کنید، بعد دارای یکیش هم پر از هوا کنید. پس یه بطری را من میام چیکار میکنم؟ یه بطری را شما بیاید داخلش چه کنید؟ شن کنید، پر از شنش کنید. یه بطری را پر از چه کنید؟ یه بطری دیگه را پر از چه کنید؟ آب کنید، مایه کنید، آب کنید. یه بطری دیگه را خالی بذارید و سر این سه تا بطری را بذارید، یعنی هوا داخلش باشه. هوا وقتی که خالی یعنی هوا داخلش دیگه. خب حالا اگر اینا را ما با دستمون فشرده کنیم، به نظرتون کدومش فشرده میشه؟ آیا شن فشرده میشه به نظرتون؟ آیا شن فشرده میشه به نظرتون؟ فیلم بگیرید بچه ها، فیلم بگیرید و بفرستید. یکی از هر کنتون اگه این کار انجام بدید امتیاز هم براتون داره. مثلا نمره مثبت هم براتون بزن داخل گروه هم میذارمش که بگن این کار فلانی هست، توضیح هم روش بدید. پس بعد از بچه کلاس مثلا هشتم اینا برای ما در بعضی آزمایشاتشون فیلم میگیرن و خودشون دارن خونه انجام میدن. خب حالا پس شن فشرده نمیشه، آب چی بشه؟ آب چی به نظر کن؟ آب فشرده میشه؟ آب هم بشه فشرده نمیشه، یا اگه بشه خیلی خیلی چیه؟ خیلی کمه. اما هوا چی بشه؟ هوا چی؟ هوا بله، این بطری که هست این بطری چی میشه؟ بطری فشرده میشه. خب به نظر شما میگیم که در حالت جامد و مایع اتفاق خاصی نمیفته. پس در حالت جامد و مایع اتفاق خاصی نمیفته، اما گاز چی میشه بچه ها؟ فشرده میشه. به این چه نتیجه را برای ما میرسونه؟ به این که گاز فشرده میشه میگیم چه نتیجه میگیریم؟ که بین مولکول های گاز چه وجود داره بچه ها؟ بین مولکول های گاز چه وجود داره؟ بگید یک کلمه کاملش کنید. بین مولکول‌های میگیم گاز فاصله زیادی وجود داره. بین مولکول‌های گاز فاصله زیادی وجود داره. پس بچه‌ها نتیجه میتونیم بگیریم که تراکم‌پذیری گازها بیشتره ما میتونیم، یعنی اونا رو تراکم‌پذیری یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی اونا رو میتونیم فشرده کنیم. خب تراکم‌پذیریشون بیشتر از جامد و مایع. پس از این آزمایش ما چه نتیجه میگیریم؟ میگیم که میتونیم از این آزمایش میتونیم شما بگیرید میتوانیم مولکول های گاز را فشرده کنیم، یعنی تراکم‌پذیریشون بیشتره. چرا؟ به علت شما میدونید داره از اینجا مفاد میکنم که جا یه وقتی اونجا ببینید، میتوانید مولکول های گاز را فشرده کنید حالا دیگه کنیش اینو میریزم، به علت فاصله زیاد بین آنها، به علت فاصله زیاد بین آنها. فهمید؟ پس از این آزمایش، این آزمایش رو میتونید شما خونتون انجام بدید. با سه تا بطری، با دو تا بطری هم میشه حالا مثلا برچه کنید، یا با سرنگ میتونید انجام بدید. وقتی که سرنگ رو بچه میکنید پیستونش وقتی که هوا باشه این پیستونه میچسبه، میاد دستون هم اینجوری بذارید نکنید. وقتی که میتونید این سرنگ رو اگه با سرنگ میتونید امتحان کنید، این دستون بذارید اینجا ته سرنگ، خب به این پیستونش فشار بدید.
و میبینید که هوا چی میشه؟ هوا اینجا پیستونه میاد طرف پایین، یعنی هوا رو فشرده میکنه، اما با جامد و ما یعنی شن و آب فشرده نمیشه، در اون حالت پیستونه حرکت نمیکنه. حالا بگید که با بطری هم میتونید شما انجام بدید. خب بذار بریم صفحه بعد، بریم صفحه بعد. حالا برای که صفحه بعد رو به شما چکنیم، شما آشنا بشین باش، همون صفحه بعد در واقع همون تکرار همین صفحه 22 هست، بشه صفحه 23. میگه در مواد گازی شکل، نباکنید زیرش میتونید خط بکشید، صفحه 23، در مواد گازی شکل فاصله بین ذرات بیشتر از مواد جامد و مایع است، به طوری که اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچکی کنیم، اتم‌ها یا مولکول‌ها به دیگر نزدیک میشن. پس میگه اتم‌های مولکول‌ها به هم نزدیک میشن و فاصله بین اونا کاهش میده. این ظرف که میگه اگه یک ظرفی داشته باشیم، خب اول یه ظرف مثلا بزرگی باشه، بعد یه ظرف کوچیکی داشته باشیم، اگر اینها را این مولکول‌های هوا را وارد این ظرف کوچک کنیم، فاصله رو چی میشه از هم دیگه؟ فاصلهشون کمتر میشه. پس ما میتونیم میگه که هوا رو چکار کنیم؟ تا حجم زیادی کاهش بدیم. حجمش رو کاهش پیدا کنیم. هوا رو میتونیم حجمش رو چکار کنیم؟ کاهش بدیم. خب به همین دلیل که این گاز رو به راحتی میتوان متراکم کرد و حجم آن را تا حد زیادی کاهش داد، اما نمیتوان یکی مایع یا جامد را به آسانی به مقدار زیاد متراکم کرد. پس شما یاد گرفتید که ما همین آزمایشی که شما انجام میخواهید بدین همینه، نتیجه یعنی نتیجه شو همینجا اومده به ما نوشته که ما میتونیم گاز را فشرده کنیم، حجمش را کم کنیم، حجم گاز را کم کنیم، اما نمیتونیم جامد یا مایع را به آسانی فشرده کنیم، جامد یا مایع را به آسانی فشرده کنیم. خب نتیجه‌ای که میگیریم میتونیم نتیجهش رو شما بنویسین، یعنی خلاصه‌اش رو بگیم. نتیجهش رو شما بخواهیم اینجور نیستم، شما زیر یا روبروش به جا باید یا بالاش بنویسین، به نظرم بهتر باشه، جا داشته باشه. خب ریز هم بنویسین، تو علوم ریز نوشتن خیلی مهمه که بتونید چیزها رو خلاصه کنید. خب حالا ما میگیم نتیجه ای که از این 4-5 خط میگیریم چیه؟ ما نتیجهشو می‌نویسیم. خب شما با مداد داخل کتابتون بالاش نتیجهشو می‌نویسین، بنویسین نتیجه می‌گیریم، نتیجه می‌گیریم. حالا نتیجه می‌گیریم شما می‌تونید بنویسین، می‌تونید ننویسین، نتیجه می‌گیریم. خب نتیجه می‌گیریم، تراکم پذیری. چه تراکم پذیری یعنی چه؟ تراکم پذیری یعنی فشرده شدن، یعنی تراکم پذیری یعنی یه علامت دو شاخه باز میکنیم، تراکم پذیری یعنی قابلیت فشرده شدن، قابلیت فشرده شدن. یعنی ما میدونیم اونو چه کنیم؟ اونو میدونیم جمع کنیم، قابلیت فشرده شدن داره. خب بعد قابلیت فشرده شدن یکی دیگه میتونیم از اینجا نتیجه باز بگیریم، مقایسه اینجوری می‌نویسیم، مقایسه تراکم پذیری، مقایسه تراکم پذیری مواد در حالت مختلف، مواد در حالت‌های مختلف. حالت یعنی چی؟ تا من از یکی سوال کنم حالت یعنی چی؟ آقای اسلامپور صدای منو داری؟ شما بگو حالت مواد که می‌گیم یعنی چه؟ حالت مواد یعنی چی آقای اسلامپور؟ آقای مهندسی صدا که چی هست؟ از اینترنت خودتون میشه عزیز ما، از اینترنت خودتون میشه، چون مثلا اینترنتتون ضعیفه است چی میشه؟ تصویر میره. خب آقای اسلامپور تایید بکن، حسینی، آقای حسینی، رضا حسینی شما دست بلند کردید. آقای رضا حسینی بله، تراکم پذیری نوشتیم یعنی چی؟ آقای یعنی قابلیت های فشرده. تراکم پذیری یعنی حالت مواد یعنی چی؟ وقتی ما نوشتیم حالت مواد، حالت مختلف یعنی شکل مواد، یعنی چی؟ شکل مواد. اون خب یعنی چی شکل مواد؟ یعنی چطوری باشه؟ یعنی به چه حالت هایی باشه؟ حالت مواد، وقتی میگیم حالت مواد یعنی چی؟ حالت مختلف.
میدیم ترابوکسی مواد در حالت مختلف. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اصلا برمان به تو صدا دادم نگفتی حالت مواد آقای حسینی یعنی جامعه مایه به چی؟ گاز. وقتی گفتن حالت بهتون گفتم وقتی گفتن حالت یعنی جامد مایه و گازشون. خب حالا میخوایم اینا رو مقایسه کنیم. پس ما از این قسمت نتیجه میگیریم. میتونیم این نتیجه رو بچه‌ها بنویسیم. تراکم‌پذیری یعنی قابلیت فشرده شدن. مقایسه تراکم‌پذیری و مواد در حالت مختلف رو میخوایم بحث کنیم. ولتراش چون اونجا جا نداره شما میتونید اگه که دفترتون یا کتابتون جا داره شما دنبالش ادامهش بدید. چون جا نداره و ممکنه این طرف تصویر گیرانه باشه من میام اینجا زیرش میمیزم. پس میام اینجا دنباله مونه شما ادامه بدید. خب بنویسیم در حالت مختلف. بنویسیم گاز. خب به نظر شما آرزینی به نظر شما گاز از تراکم پذیریش از مایه به گاز جامد به مایه چطوری است؟ گاز تراکم پذیریش از بیشتر یا کمتره؟ بیشتره. پس علامت بیشتر رو برای گاز میذارم. مایعات یعنی مایه ها و جامدات یعنی جامدها جامدات. پس میگیم تراکم پذیری در حالت مختلف گاز از جامد و مایه چیه؟ بیشتره. علت چی میبینید چرا گاز تراکم پذیریش بیشتره؟ چرا گاز ما میتونیم تراکم ببینیم؟ مولکولاش فاصله بیشتری داره. آفرین. چون فاصله بین ذراتش چیه؟ چون فاصله بین ذراتش بیشتره. من زیرش نمیزم. زیرا فاصله بین ذرات از جامد و مایع بیشتر از شما داشتیم چون اگه خواستیم میتونیم بینیسیم. خب زیرا بشه شما هم میتونید از این صفحه اگه مثلا ما زود پاک میکنم و وقت نداریم میتونید عکس بگیریم و بعدن بینیسیم. باشه؟ پس میتونید بعدن بینیسیم. الان هاشمی برون نوشت گفت که به بچه ها بود که تا مثلا معطل که نخواهیم بشیم میتونید از صفحه عکس بگیرن و بعد مثلا برای خودشون چکار کنن؟ بنویسن. خب بعد که درستون شد کلاستون شد میتونید یادداشت کنید تو کتاب یا تو دفترتون با اجله نخواهیم بنویسیم تمیزتر بنویسیم. خب هاشمی میتونی به ما بگی که چطوری بچه ها چه کنن؟ بلدی نه بچه ها یا براتون توضیح بده؟ بلدی نه که از صفحه عکس بگیری دیگه؟ بله خب بلدی نه اکثرا خودی شما مشاور همه تو متخصص هستید. حالا بلدی که پس بلدی نه. خب دیگه همه بلدی نه. خب خدا حافظ آقای حسین. خدا خب بچه یه گفتگو کنیدی داره نمودار دو. این نمودار پایینی میزان افزایش حجم مقدار یکسان یا چند ماده را در اثر گرم کردن به مقدار یکسان نشان میدهد. میگو بچه ها چیکار کرده؟ میگه که این جرمشون باید یکسان باشه. پس اولین چیزی که بچه ها ما باید در نظر بگیریم اینه که باید جرم این موادی که ما انتخاب میکنیم جرمشون یکسان باشه. اگه مثلا 5 گرم انتخاب کردید همهشون چه باشن؟ همهشون 5 گرم باشن. درسته؟ همهشون 5 گرم باشن. پس همهشون باید اندازشون خب به یک اندازه حرارت بدیم. پس اندازه حرارت دادنشون هم به یک اندازه باشه. خب و متوجه میشیم بیش. خب حالا اگه ما اینها رو بیاییم جرم رو یک سپاکنم بچه ها پاکنم. خب پاکنیم و بینیسیم کتاب رو. اگه نگیریم می‌تونید عکس بگیرید. عکس گرفتیم خب ما پاک می‌کنیم. خب بذار می‌خوایم این جدوله رو با همدیگه ما می‌نویسم که شما بهتر متوجه بشین. می‌گیم جرم یکسان برداشتیم. پس از این میگی که این جدوله من چیکار کردم؟ جرم همه مواد یکسانه. جرم همه مواد یکسانه. خب جرم همه مواد یکسان هست. من یک کمی بله
جرم همه مواد ما یکسانه. به همان اندازه حرارت میدیم، به یک اندازه حرارت میدیم، به یک به یک اندازه حرارت میدیم، به یک اندازه حرارت میدیم. خب پس ما باید وقتی میخواییم این منچه کنیم، مثلا این مثل این جدول را حل کنیم، باید ما دو تا شرط برایش چکار کنیم، در نظر بگیریم. خب حالا اگر دو تا شرط داخلش اینا را اگه بیاییم این جدول را رسم کنیم، اگه این جدول را بتونیم رسم کنیم، خب بیشترین چیزی که الان حجمش اضافه شده، سهم کدوم به جا بیشتر بوده؟ سهم کدوم بیشتر بوده؟ سهم کدوم یک از اینا بیشتر بوده؟ نمودارش بلندتر هست، بیشتر هست؟ سهم کدوم بیشتر بوده؟ سهم بگیم گازها بیشتر بوده، یعنی اکسیژن. خب حالا سهم گاز، من با قرمز بکشمش بهتر، با قرمز بکشمش، سهم گازها بیشتر بوده. خب حالا گازا به یک اندازه بچه ها اکسیژن به نوشته چی؟ اکسیژن به هیدروژن، شما میبینید اکسیژن به هیدروژن. بعدیش سهم کدومش بچه ها بیشتر بوده؟ مایعات، نوبت مایعات میرسه، نیتروژن به عدد نوشته اکسیژن به نیتروژن، اشکال نداره فرق نمی کنه، دوتیش گاز هست. خب بعدیش بچه ها نوشته چی؟ نوشته الکل و آب، الکل بیشتره، الکل بیشتر آبه. پس بعدش سهم، نوبت سهم چیه؟ سهم مایعاته، بعدش آبه. خب این الکل میشه و این هم آب میشه. بچه میبینید که الکل مایعات به یک اندازه افزایش پیدا نمی کنن، مایعات به یک اندازه افزایش پیدا نمی کنن. کدومش بیشتره؟ الکل بیشتر از آب. وقتی الکل و آب را به یک اندازه حرارت بدیم، بچه رو شکل نگاه کنید، رو شکل کتاب نگاه کنید بهتره دیگه. اگه الکل و آب یعنی مایعات را به یک اندازه حرارت دیم، سهم الکل بیشتره، پس مایعات به یک اندازه هرمشون ازش میگن. حالا بیاین فلزات بچا، در بین فلزات اگه به یک اندازه حرارتشون بدیم، سهم کدوم بیشتره؟ سهم فلز بیشتره سهمش بیشتره؟ آلومینیوم، سهم فلز آلومینیوم بیشتره، بعدش سهم فلز مس میشه، بعدش آهن میشه. پس اینم نتیجه میگیریم که فلزات هم اگه به یک اندازه حرارت بدیم، خب سهم همشون به اندازه هم نیست. حالا نوبت جامد نافلز میشه، اون جامد فلز بود اون سطحی که گفتیم آلومینیوم مس آهن، اما به جامد نافلز میرسیم، شیشه، پلاستیک و کاجو. خب اینا چی؟ اگه به یک اندازه حرارتشون خیلی کم افزایش حجم پیدا میکنن، خیلی کم افزایش حجم پیدا میکنن. خب و سهم در تقریبا سطحش به یک اندازه است، نگاه کنید سهم سطحش به یک اندازه است. خب از این نمودار ما میتونیم چه نتیجه بگیریم؟ مقایسه شون میخواییم کنیم. از این نمودار ما الان میکشم اینو پاک کنم بچه ها، میخوام نتیجه از این نمودار میگیریم بچه ها مهمه، نکنید نتیجه از این نمودار میگیریم خیلی مهمه دیگه. داخل امتحان هم معمولا ازش سوال میدن، خب شما با حواستون باشه. خب نتیجه که ما از این نمودار میگیرم چیه؟ میگیم که مقایسه، از قبل میگیم مقایسه گاز، مایعات، جامد، فلز. بیشترینش گفتیم چیه؟ ببین گازها هستن. پس مقایسه مواد با هم دیگه، وقتی بررسی حرارت دارن، مقایسه مواد با هم بررسی حرارت دادن، حرارت دادن. خب این حالا اینجا کوچیک می‌نویسیم مقایسه. اولش گاز بود بچا، اول کمی گازمون طرفدار می‌نویسم که وقتی کم می‌یارم فلزات، گازها اول، بعدش چیه؟ بعدش مایعاته. آیا در مایعات همشون به یک اندازه افزایش حجم پیدا کردن؟ میگیم که نه. بعدش نوبته چی میرسه؟ جامد فلز و بعدش جامد نافلز. آیا در جامد فلز همشون به یک اندازه افزایش حجم پیدا کردن؟ بازم میگیم خیر. اما جامد نافلز همشون به یک اندازه
بگیرم. گازان یک اندازه افزایش حجم پیدا کردن. پس نتیجه که من از این گرفتم اینه و نتیجه دیگه که میتونم بگیرم اینه که تبعد افزایش حجم یک ماده یکسان نیست. این هم میتونیم زیرش بنویسیم. پس شما میتونیم بنویسیم افزایش. این هم زیرش بنویسیم که یادآوری براتون بشه. زیر چی بنویسید؟ زیر جدوله بنویسید. خب؟ زیر جدوله بنویسید. افزایش حجم برای یک حالت ماده، افزایش حجم برای یک حالت ماده، افزایش حجم برای یک حالت ماده یکسان نیست. یکسان نیست. مثل الکل و آب. کدومش افزایش حجم بیشتری داره؟ میگیم که اگه دقت کنیم الکل و آب با هم دیگه از لحاظ افزایش حجم دو تاش یه اندازه بودن، اما کدومش حجمش بیشتر شد؟ میگیم الکل. خب حالا بچا اینو نوشتیم، بریم صفحه بعد. یه آزمایش کنیدی داره که شما باز تو خونتون بچا این آزمایش کنید تو هم میتونید یک دیگه تون انجام بدید، یک دیگه تون انجام بدید. این آزمایش صفحه 23 صفحه یک بطری شیشه بعد یک بادنک رو بکنم. خب میدونید این آزمایش کنید در بچه ها در صفحه 23 را نیست داخل خونه تو خیلی راحت میدونید انجام بدید. فیلم ازش بگیریم برای ما چکار کنیم؟ ارسال کنیم و ما بدون نمره مثبت میدیم در امتحان بهتون کمک میکنه و در حینی که میتونید فیلم که میگیریم میتونید مقدار هم صحبت کنید از این فیلم گرفتیم چی میشه چه اتفاقی میفته و برای ما ارسالش که ما هم میذاریمش تو گروه به جا ببینینش فیلم کنم. خب اگه چند تا فیلم بود به جا اگه چند تا فیلم بود به بهترینش من بهترین کسی که توضیح میده به همه تو نمره میده ما به همه تو نمره مثبت میدیم اما به بهترینش رو میذاریم تو گروه میگیم این بهترین چی از لحاظ توضیح و از لحاظ اینا بهترینش رو نگاه میکنم بهترینش رو میذاریم تو گروه. خب خب آماده هستیم بریم صفحه آزمایش کنید از اینه اینو پاک کنم بچه ها پاک کنم میتونید هر جا که چی بینید عکس بگیرید. خب باشه خب میخوایم قسمت بعدی بچه ها میگی که آزمایش کنید داره یه بطری شیشه ای برداریم. حالا شما نمیخواد حتما بطری شیشه میگونیم بطری های آب معدنی هم برداریم درسته بطری آب معدنی هم بردارید درست یک بادکنک را محکم به در آن ببندید. قبلا هم بزنم تو کلاس ابتدایی این کار انجام داده بودیم ما سالهای قبل که به جا تو کلاس حاضر بودن انجام میدادیم به جا خودشون میبردن بادکنک میبردن اینا رو ما انجام میدادیم اما دیگه امسال به این صورت شده که دیگه خودتون داخل خونه میتونید این کار را چکار کنید انجام بدید. خب حال یک پارچه پلاستیکی را تا نیمه از آب سرد پر کنید و بطری را در اون قرار دهید. میگه یه بادکنک خب سر این بزنید سر بطری بزنید بعد بزنید داخل یک مثلا ظرف آب چی سرد مثلا آب مثلا محلولی آب شیر این هم میتونید استفاده کنید مشکلی نداره. سپس پارچه پلاستیکی را تا نیمه از آب داغ پر کنید مثلا میتونید داخل حتی مثلا یه ظرف یه پیاله هم مثلا این کار انجام بدید تا نیمه از آب داغ پر کنید دوباره بطری را درون اون قرار دهید مشاهدات خود را یادداشت کنید. خب به نظر شما در آب سرد این بادکنک که ما پر از یعنی باد میشه یا آب گرم آب گرم آفرین آب گرم. خب پس هنگام اسوا افضاد نکاتیمی رو رو خب حالا بریم صفحه بعد که بیشتر در موردش توضیح میده صفحه بعد رو با همدیگه مرور میکنیم. فکر کنیدی داره بچه ها یه فکر کنید حالا بریم که زیاد خسته نشیم ما میکروفون میدم به امیر حسین شکاری تا بخونیم و بعدش توضیحش بدیم. امیر حسین شکاری آماده هست یا شما فکر کنید صفحه 24 رو برای ما بخون کجا رفتی آقا؟ خب امیر حسین آقا صدا میاد؟ بله آقا بخون بله فکر کنید صفحه 24 بله
شکل علف وضعیت ذره های هوای درون بطری را هنگامی که در آب سرد قرار دارد نشان می دهد. با توجه به آنچه آموختید، وضعیت ذره های هوای درون بطری را هنگامی که در آب داغ قرار دارد رسم کنید. پاسخ خود را توضیح دهید. گفت چی آقا؟ می دونی آقا بریم ما توضیح دید چه گفت؟ گفت اول یک بطری رو بذار داخل چی؟ گفته تو هوای درون بطری هنگام آب سرد قرار یا بطری توش آب سرد بریزیم. بریزیم خب. بعد گفته چی میشه اگه به نظر چه حالتی پیدا میکنه؟ بادکنک باد میشه یا نمیشه؟ بادکنک باد میشه یا نمیشه؟ نه بادکنک باد نمیشه. خب حالا اگه در آب گرم بذاری چی میشه؟ بادکنک باد میشه. خب از این آزمایش چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیریم که بادکنک در هوا آب سرد باد نمی شود و در آب گرم باد می شود. خب چرا؟ چرا این حالت اتفاق می افته؟ چرا این حالت اتفاق می افته؟ چرا این حالت اتفاق می افته؟ به نظر بخاطر چیه؟ چرا بادکنک در آب گرم چی میشه؟ باد میشه اما در آب سرد باد نمی شه؟ علت چی بوده؟ خب نمی دونی خیلی راحت ها با چی توجه؟ بذار نکنیم گرما این ما این رو یه بحث میشه میکنم خواهم نکنم این هم فرض کنم الان نقاشی خوب نیستیم و درست کنه. خب مثلا اگه این بطری باشه سکنیم اگه این بطری باشه خب اگه این بطری مثلا باشه الان وقت داریم که زیاد بخیم بطری مثلا درست بکشیم این هم فرض این بطری یه ظرفی باشه باد کنه که مثلا بی باشه. خب اگه بذاریم داخل یه ظرف داخل زرد این آبی گرمه خب اینا بادکنک ما باد میشه. چرا بادکنک ما باد میشه؟ نمیرسیم چرا بادکنک ما باد میشه؟ چون گرمای این آبه توجه میکنیم؟ بله این گرمای این آبه به زرد ما به بطری میرسه. گرما به چی میرسه؟ به بطری میرسه. خب باعث چی میشه؟ بنظر گرما از این ظرف ما وارد چی میشه؟ وارد این بطری میشه و مولکول هوا داخل این ظرف هستن یا نیستن؟ این مولکول ها داخل این ظرف هستن یا نیستن؟ داخل بطری ما مولکول هوا هستن یا نیست؟ فکر کنیم باشن. باشن مولکول هوا هستن دیگه از قبل داخل شده. باعث میشه که هر چی بگین اینا از هم دیگه چی بگیرن؟ این مولکول هوا از هم چی بگیرن؟ فاصله. فاصله بگیرن. پس باعث افزایش چی میشه؟ یعنی وقتی اینا از هم دیگه فاصله گرفتن بنابراین تعداد از این مولکول ها وارد چی میشن؟ بادکنک میشن. بادکنک. پس اما وقتی که در آب سرد گذاشته خب این مولکول ها از هم دیگه فاصله نمیگیرن. پس ما نتیجه میگیریم آیا دما بر افزایش حجم تاثیر داره یا نداره؟ بله تأثیر داره. پس بچا میگیم دما بر افزایش حجم تأثیر داره. خب حالا فهمیدی علتش چیه حالا؟ بله خیلی ممنون. خب سرکن یه لحظه بعدش برو. به نظر در مایعات در این حالت اتفاق میفته؟ در مایعات بر افزایش حجم اتفاق میفته؟ اگه گرما بهشون بدیم دما یک مایع را زیاد کنیم آیا افزایش حجم پیدا میشه یا نمیشه؟ بله. مثل چی؟ میدونی مثال بزنیم؟ مثل یه چیزی که دار خونه ها استفاده میکنیم مثلا وقتی گرما بهش میدیم خب به یه چیزی گرما میدیم مثل آب حالا افزایش حد پیدا میکنه. یه چیزی که من میگم شیر چی به نظرت؟ شیر وقتی شیر رو میذاریم رو چرا افزایش حد پیدا میکنه نمیکنه؟ بله میکنه افزایش حد. و ممکنه که شیر چه بشه؟ جوش بیاد میبره بالا. چرا اینجوری میشه؟ چون در اثر گرما فاصله بین مولکول ها چی میشه؟ زیاد میشه. زیاد میشه اصلا بر اثر گرما فاصله بین مولکول ها زیاد میشه و شیر از مثلا داخل قابلمه ما که داره جوش میخوره میریزه. بچه پس این آزمایش میخواد تأثیر دما بر افزایش حجم را در حالت گاز ما بررسی کنیم. پس بررسی گرما از ظرف شیشه عبور کرد. گرما باعث افزایش حجم هوا شد خب اما در ظرف سرد فاصله مولکول‌ها از هم کمتر میشه. میخواین بنویسین یا دیگه خودتون میدونینش؟
میدونیمش یا میدونیم چی؟ امیر حسین شما که صدا بله آقا ما فهمیدیم فهمیدیم بگم یا دوباره بگم یا نه ما که فهمیدیم اما بچه هم میگه آقا بگو بگو خب بس به شما میگم که بنویسینش میگیم که گرما میخیم خلاصش حالا مثلا گرما از ظرف شیشه ای گرما از ظرف شیشه ای عبور میکنن و مولکول ها درون ظرف مولکول های درون ظرف از هم فاصله میگیرن مولکول های درون ظرف از هم فاصله ظرف منظور هم بطری ها مولکول های درون ظرف از هم فاصله میگیرن خب نوشتیم تا اینجا؟ بله گرما باعث افزایش حجم هوا می شود گرما باعث افزایش حجم هوا می شود نوشتیم؟ خب تا همینجا حالا دیگه ظرف سرد نمی خواد ظرف سرد چه اتفاقی می افته؟ در ظرف سرد چه اتفاقی می افته؟ در ظرف سرد فاصله مولکول ها از هم فاصله نمی گیره چی میشه؟ کمتر میشه آقای گندم ریزی شما برای ما فعالیت نفرستادیم که شما برای ما فعالیت اصلا نفرستادیم چرا؟ به چی میدم؟ صحبتتون علتش چی بوده؟ آقای گندم ریزی آقا صدامون میاد؟ بله آقا نه بله. ما فعالیت نفرستادیم اما داخل شات فرستادیم ندیدم آقا خودتون هم بعد وایس فرستادین که گفتین بعدا ما فرستادم آره فرستادم خب باش خب باش خب میخواییم شما آقا گرمیده چون رو خط از این میکروفون داری کمک ما کن قسمت بعدی را بخون قسمت بعد را بخون آقا گرمیده آقا گرمیده میگه صدا نداری؟ خب میکروفون نداری؟ آه میکروفون رو ممکنه قطع کرده باشیم سر کنیم بیا بالا دست بلند کن دست بلند کن بیا بالا بیا بالا خب آه قسمت بعد رو بگم گرما و تغییر حاله بعد از صدا میاد بعد صدا میاد بعد نمیدونم چرا یه دوی شد صدا دو قسم برگشت میکنم بخون آقا آ گرما و تغییر حالت مواد؟ بله بله آب در طبیعت به سه حالت جامد یخ، مایع، آب و گاز بخار آب یافت می شود و به یخ گرما می دهیم انرژی مولکول های آن افزایش می یابد و جنبش آنها بیشتر می شود جنبش آنها بله. بیشتر می شود بله. اگر این عمل را ادامه دهیم یخ به آهستگی ذوب و به آب مایع تبدیل می شود شکل 5 حال اگر به آب گرما بدهیم جنبش مولکول های آب افزایش می یابد در نتیجه آب تغییر حالت می دهد و به بخار تبدیل می شود در بخار آب فاصله بین مولکول های آب خیلی بیشتر از آب است از این فهمیدی چه گفت؟ می تونیم برام بگیم که چه گفت خلاصه چه می تونیم؟ خلاصه چه می تونیم برام بگیم؟ آیا به هر چیزی که ما حرارت بدیم مولکول‌های اونا از هم فاصله میگیرن هر چی که سرما بدیم فاصله شون به هم نزدیک‌تر میشه چرا از هم فاصله میگیرن؟ آه به خاطر که حرارت اونا رو از هم فاصله میده چون حرارت میدیم از هم فاصله میگیرن یه نمیدونم صدا برگرد یعنی روزیش صدای من توی شما هم برگشت میکنه نه برگشت درسته؟ خب من صدا خواهد میکنم این درست میشه پیش من توی برگشت میکنم خب بچه ها نبونین میگه که این قسمتی که گرم ریزی خون گرما به تغییر حالت ماده گرما و تغییر حالت ماده را تأثیر گرما بر مواد را بررسی می‌کنیم.
پس این تأثیر گرما شما میدونید یه تأثیری براش بذارید، تأثیر گرما بر حالت ماده، بر حالت ماده، حالت ماده یعنی جامد، مایع و گاز. پس تا گفتیم حالت ماده یعنی جامد، مایع و چی؟ و گاز. خب تأثیر گرما، اگر ما به یک ماده به جای گرما بدیم افزایش گرما، میتونیم خلاصه کنیم این قسمت را در همین زیر این چی که گفته میتونیم خلاصه، یا بروش میتونیم بنویسید. به نظر ما اگه زیرش ریز بنویسید بهتره، جا بیشتر هست. خب افزایش گرما خوندیم، افزایش گرما باعث چی میشه؟ افزایش گرما باعث میشه، باعث اینجا یه باعث میذاریم، اون کوچیک میمیسن، خب شما هم ریز میمیسین، باعث افزایش انرژی ذرات میشه. افزایش یعنی ذرات ما انرژی میگیره، باعث افزایش انرژی ذرات میشه، باعث افزایش انرژی ذرات میشه، باعث انرژی کشف. الان هم صدا اکو میشه، اگه اکو میشه بهم بگو، الان اکو پیش من نمیشه، الان اکو نمیشه پیش من که درست. خب درست. خب افزایش گرما باشه، اگر من به یه ذره به یه ماده گرما بدم باعث میشه که ذرات اون ماده انرژی بگیرن، پس دارای انرژی میشن. خب بعدش باز دیگه چی میشه؟ افزایش جنبش ذرات میشه، جنبش افزایش. پس باز میگیم باعث افزایش همونطور که یعنی دیدید کتاب خون افزایش چی میشه؟ جنبش ذرات، یعنی ذرات جنبش پیدا میکنن. نوشتیم باعث این ما خدای خلاصش میگیم که شما بهتر نوشت میگیریم. افزایش گرما باعث چی میشه؟ افزایش انرژی ذرات میشه، باز افزایش انرژی ذرات باعث میشه افزایش جنبش ذرات بشه. تا اینجا وقتی که افزایش جنبش ذرات پیدا شد، ما دیگه ادامهش اگه شما جا دارید بنویسید، اگه جا ندارید چون جا ندارم اونجا تابلو بهش پیدا نیست، من میام اینجا می‌نویسمش. خب باعث چی میشه؟ باعث افزایش حجم میشه، باعث افزایش حجم میشه. بعد این حجمش زیادی بود، وقتی ذراتش جنبش پیدا کنه از هم دیگه چه میگیرن؟ فاصله میگیرن. خب افزایش حجمش زیادی بود دیگه. خب یعنی مثل بادکنک که ما گذاشتیمه، اول بادکنک مثلا ما داخل آب گرم گذاشتیم، افزایش چی پیدا کرد؟ افزایش انرژی پیدا کرد، یعنی ذراتش انرژی داشته و انرژی باعث شد که جنبش ذراتشون زیاد بشه و افزایش حجم پیدا کنه. بادکنک چی بشه؟ باد بشه. و باعث چی میشه؟ تغییر حالت هم میشه. حالا ما میگیم باعث تغییر حالت هم میشه، تغییر حالت موادی. مثال یعنی میزنم که بهتر بفهمیم. خب ما یه تکه یخی داریم، فرض این یخ باشه، اگه بهش گرما بدیم، مثلا اگه بذاریمش رو چرا یا خودش گرما از اون کوهی هم که بذاریمش دیگه، اگه بهش مثلا شعله ما زیرین روشن کنیم، خب اگه یه شعله مثلا یه شمع زیرین روشن کنیم، کتاب هم این کار کرده، نگاه کنیم به تصویر کتاب، هم نگاه کنیم تصویر کتاب از سمت چپ، از سمت چپ اومده به این یک ما چه داده؟ اومده به این یک ما حرارت داده. خب به یک ما حرارت داده، بعد چی میشه بچه ها؟ میگیم که باعث چی میشه؟ افزایش انرژی ذرات، یعنی این ذرات این انرژی میگیرن، ذرات یخ انرژی میگیرن. بعد چی میشه؟ جنبش ذرات بیشتر میشه و حجم یخ بیشتر میشه و یخ از حالت جامد به حالت چه در میاد؟ به حالت مایع در میاد. خب آرش آمین اسفندیاری، آمین اسفندیاری میخوام صدا بدم. آماده؟ آماده هستی؟ هاشمی خیر، آرمین اسفندیاری اگه صدا داری بیا بالا. هاشمی سوال چی آقا؟ بگو سری، بگو سری، بگو. آزرابی هم میکنم باشه آقا خیر. بله بگو. همین آزمایش دوباره بیاد انجام بدیم، فیلم بگیریم بفرستیم؟ میتونیم ها دیگه، ها میتونیم، بله میتونیم. بله خب آمین
آمین اسفندیاری، میتونی صحبت کنی؟ کدومتون شما میتونی صحبت کنی؟ کدومتون میتونی در مورد این توضیح بدیم؟ آره فریدی. خب، کی میخواد؟ متین بگو. متین وقت نداریم از اگه چونی سریع تایید بکنی. اقتداری صحبت کن. آقا صدام میاد؟ بله. برای ما میتونی تغییر حالت یک یخ جامد از مایع رو توضیح بدی؟ اول چی میشه؟ اول یخ مگر اگر ما به یخ گرما بدیم چگونه باعث تغییر حالتش میشه؟ چه اتفاقی میفته که باعث تغییر حالتش میشه؟ آقا اتفاقی میفته؟ آقا ذراتش آقا از هم دور میشن. نه اول چه اتفاقی میفته؟ اول وقتی گرما بدیم آقا یواش یواش آقا آب میشه. خب چرا آب میشه؟ ما اینو میگیم چرا آب میشه؟ باید از لحاظ علمی بگی دیگه. باید ما چون داریم علم تجربی میخونیم، داریم علوم میخونیم، اینجوری خب نمیتونیم بگیم. خب ما همه میفهمن، الان همه میدونی که اینجوری کم کم آب میشه. ما میخونیم علمی. آقا جنبش مولکولاش. جنبش مولکولاش زیاد. اول بگو که چی پیدا میکنه؟ اول بگو که انرژی میگیره. اون ماده چی کار میکنه؟ انرژی میگیره. افزایش انرژی ذرات. خب انرژی میگیره. بعد باعث چی میشه؟ آقا بعد افزایش جنبش ذرات. افزایش جنبش ذرات میشه. بعد چی میشه؟ باعث افزایش حجم. حجم میشه. بعدش تغییر حالت. آقا یعنی آقا شکلش عوض میشه. شکلش عوض میشه از حالت جامد به حالت مایع در میاد. خب احسن. آقای جعفری بگو. آقا بگو چی میخواست بگی؟ یخ میخواد مایع بشه، بعد انرژی زیاد میشه، بعدش حرکات جنبشی انجام میده. اگه توجه کنید وقتی که داره آب میشه یه صدای تق تقی ازش بیرون میاد و بعضی وقتا یه تکونی میخوره. خب. بعد کم کم حجمش به آب تغییر میکنه. خب حالا اینو نوشتیم شما آقای جعفری اینو نوشتیم؟ آقا ما این عکس میگیریم بدن میگیریم. بله خب دست شما درد نکنه. حالا شما که میکروفون داری من دیگه نخواهم میکروفون قطع بحث کنم. شما به من رو موقعی که کاهش گرما ما میدیم چی؟ یعنی کاهش گرما این افزایش گرما بود. خب اما کاهش گرما برای ما توضیح بده. شما این افزایش گرما بود اما کاهش گرما رو برای من توضیح بده. یعنی از گرما از شما چکار کنیم بگیریم؟ چه اتفاقی میفته به نظرت؟ آقا یعنی یکم بهش گرما بدیم بعد بهش دیگه گرما ندیم؟ نه اول ما بهش گرما داده بودیم. خب اما دوباره گرما رو ازش میگیریم. یعنی آب رو میذاریم تو یخچال تو فریزر. خب که یخ بزنه تو یخساز. حالا چه اتفاقی میفته؟ میگیم گرما رو ازش بگیریم، کاهش گرما بدیم، چه اتفاقی میفته؟ آقا داخل یخچال که گذاشتیم. نه علمی بگو. علمی باید بگیم. مثل اینکه الان ما علمی بگیم شما نه انرژی چه اتفاقی میفته؟ بگو. آقا انرژی آب کم میشه. کاهش انرژی میشه. شما هم میتونید ببینید کاهش انرژی ذرات پس باعث میشه باعث کاهش گرما. یعنی ما ازش گرما رو میخوایم بگیریم، مثلا از آب میخوایم گرما رو بگیریم میذاریم تو یخساز. درسته؟ کاهش انرژی ذرات میشه. بگو دوباره چی اتفاقی میفته؟ آقا حرکت جنبشش هم میاد پایین. کاهش جنبش ذرات در برعکس اونه. کاهش جنبش ذرات. خب دیگه آقا حجم کم تغییر میکنه که بیشتر کاهش حجم میشه. باعث کاهش حجم میشه. خب دیگه چه اتفاقی میفته؟ مواد از مایع به جامد تغییر حالت. ماده از حالت جامد باعث تغییر حالتش میشه. پس باعث تغییر حالت میشه. یعنی از حالت چی گفتی؟ باعث تغییر از مایع به جامد تغییر حالت. اصلا شما. خب فهمیدید؟
بچه‌ها این در مورد افزایش گرما، خلاصه این چیزی که الان ما گفتیم اینو شاید بهتر هم یاد گرفتیم، درسته؟ این بهتر از شاید اون چیزی که کتاب گفته بود الان راحت‌تر یادش می‌گیریم، درست آقای جعفری؟ بهتر از ها؟ اصلا ما این خلاصه اش گفتم، کتاب هم همینو گفته بود، ما این خلاصه ترش کردیم. این موقعی که افزایش گرما هست، این موقعی که کاهش ما گرما می‌بینیم، یعنی گرما ازش می‌گیریم، درسته؟ بله. آقا میکروفون خط کنیم؟ نه کن یه لحظه. الان یه حالتها را شما میتونید به ما بگین از سمت چپ چه اتفاقی میفته؟ از سمت چپ چه اتفاقی میفته؟ الان ما به یخ گرما دادیمه، الان به یخ گرما دادیم جنبشش چی میشه بچه ها؟ جنبشش چی میشه؟ جنبشش زیادتر میشه، درسته؟ بله. به چه ترتیب میشه؟ از جنبش زیاد میشه، انرژی میگیره، افزایش حد پیدا میکنه و باعث تغییر حالتش میشه. در شکل سوم نکنید، شکل سوم بخاره، شکل سوم بخاره. آیا فاصله بین مولکول‌ها زیاد شده یا نشده؟ شده. فاصله بین مولکول‌ها چه شده؟ زیاد شده. خب حالا بچه‌ها من تا همینجا درس فصل 3 تموم شد، زنگ آخر که ساعت 12 شروع میشه، 12:05 شروع میشه انشالله. الان ما همه تون حاضری کنن زدنه، وقتی که چه هستیم ما میدونم که کیا حاضر هستن کیا حاضر نیستن. خب حاضری تون رو میدونم. بعد زنگ آخری که داریم یعنی ساعت 12 که داریم الان استراحت کنید، چیزا رو یادداشت بکنید، اگه خواستین عکس گرفتینه. فصل 4 رو انشالله ساعت 12 شروع میکنیم. خب همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.